نازنین نام خوش آمدین به برنامه خودتان به دیگدان و تنور. ما در شهر زیبای مزار شریف هستم و آمدیم در دشت شادیان، جای بسیار مقبول زیبا و پر از طبیعت صاف، تپه های خیلی مقبول زیبا و پر از سرسبز و من خیلی خوشحال هستم که در اینجا هستم و اینجا یک آشپزی را پیدا کردیم که به ما غذای بلخی پخته میکنن. این کدام غذا هست؟ ما را تا دقیق آخر برنامه با دنبال بکنید. میریم طرف آشپز. متین جان خسته نباشیم. زنده باشید. تشکر. سلام به بیننده‌های عزیز. در طبیعت زیبا یک سلام بهاری تقدیمشان میکنم. بله واقعا. واقعا جای بسیار مقبول است. در شادیان جایی هست که هموطنان ما به میلان میان به اینجا و دیدار میکنن از تپه های خیلی سرسبز و درهای بسیار مقبول و کوه های بلند. بله. و متین جان همراه ما است و می کدام غذا را امروز برای ما پخته میکنن؟ یک نوع غذا است به نام دملمه، غذای محلی خود بلخ است که دملمه. خیلی خوشمزه است. بله. دملمه چه نامش سخت است نه؟ ای آسان است. دملمه مشکل است. بله. دیگه امروز امیرم میخوایم بر شما آماده کنیم. بسیار خوب. دملمه ما بر اولین بار شنیدیم کدام غذا است. خب هر ولایت کشور ما غذای خیلی مزه‌دار داره و نامش هم مختلف است و فرق میکنه. یکم نامو است که ما هیچ نمیفهمیم کدام نام است و تا غذا را مت نخوردیم این نامش شنیدیم فقط خلاص. اما دملمه را بر اولین بار است که ما میشنویم و اینجا آمدیم که بخورم شام بخیر که ببینیم چه قسم آماده میشن. بله انشالله که امروز آماده میکنیم. خیلی خوب. برای ما بگو متین جان چه وقت خود آشپزی میکنی؟ با آشپزی خو کسب پدری است. از زمانی که ما تولد شدیم پدرم رستوران داشته که تا فعلا نمم دو بیادارم رستوران داره ولی خودم در شغل دیگر مصروف هست. بله. اما آشپزی رو نیاد داری؟ آشپزی رو یاد دارم. بله. شوق آشپزی سر تست میخواید بدید؟ شوق آشپزی خو کسب پدری است دیگه حتما. چرا نه؟ خب بسیار خب. حتما که دوستا که اگر جای میله میری آشپزی خود زیاد میکنی؟ بله من دوستا که تفریح میرن و اگر ما بیکار نباشم برام میبرن به خاطر آشپزی. بله. خود آشپز شوقی میگم از بله. رنگ کالای بسیار مقبول است. رنگ سبز است. به خاطر خیلی میزه. خب چی کنیم متین جان برای ما بگو که کدام مواد لازم است برای غذای دملمه چه نامش مشکل است؟ دملمه غذای دملمه فقط گوشت است، روغن است، نمک است، آب است. بس بله. خیلی غذای ساده و خیلی ساده است و خیلی آسان دم است. حتما مزش زیادتر است. مزش بلا زیادتر. خب بسیار خوب. خب جای بسیار مقبول است اینجا. نگفتن همانه که متین جان اینجا خیمه بسیار مقبول هم آماده کرده و همچنان دیگدان هم اینجا است و گاز هم اینجا است. تمام مواد که لازم است اینجا است. داخل خیمه چی است؟ داخل خیمه مواد لازم است. گوشت هستم اونجا، نمک هم آندیم، روغن هم اینجا پیش ماست، آب هم پیش ماست. دیگه پیکنیک است، دیگه بخور کلش اینجا فقط داخل گوشت و نمک است. خیلی بره شما دیگه مواد لازم هم بیاریم همینجا هستم؟ خب ما یک اول دیگدان در میتونم که روغن ما سرخ شوه، باز گوشت هم میاریم یک سرخ میکنیم، بعد از او دیگه هاشه به مرکه میدیم. اینجا شمال هم است که یک ذر دردادنش مشکل است. اگه شمال هم است بسیار شمال خوشایند از دوست عزیز خوش میکنم شاید شمال باشه چون تپا اینجا زیاد است. بله دیگدان هم در گرفتنش مشکل است. خب میترا جان آتش ما در گرفت فقط آماده انداختن روغن است. بسیار ما مشکل آماده شما در دادیم بخواه شمال زیاد بود. خب روغن میبردین؟ بله روغن بسیار کم انداخته میشه و گوشت هم روغنی نمی باشه. این حد اقل در 2 کیلو گوشت نیم گلاس روغن اضافه کنیم بس هست. خوبه. خب با نال چی میکنی بگم؟ نال فقط روغن ما که سرخ شد گوشت هم اندازیم. من میرم گوشت میرم انشالله که روغن تا وقت داغ میشه. اینا میترا جان گوشت است که ناگفته نباید گذاشت که گوشت شسته نمیشه. خب بله گوشت باید از جای بگیریم پیش قصاب رفته که امیده بشویشه. نه از بین گوشت بکشه روش پوستش رو بگیره پاک کنه. ببینید گوشت چقدر پاک و شفاف است. گوشت راست میگه دوستایید بسیار پاک و شفاف و اصلا همه تو گفته اگم تا خس در روش نمیبینیم. گوشت باید همون جا پیش قصاب گرفته شد روی پوستش گرفته شد که چی نباشه. یک کلو گوشت هستیم؟ 2 کیلو گوشت هست. بشک والا میبینیم پرخور هستیم. روغن داغ شد گوشت هم آماده است مندازه.
میترا جان نیشات ما قریب از پره شده و گوشت هم آماده شده. بلا که خوب سرخ شده گوشت ما. گوشت هم خوب سرخ شده و متین جان اصلا گوشت ها بیشتر استفاده میکنین در غذایتان؟ این در غذا از گوشت بره یا بزغاله. او بشر از گوشت مال کلان نمیشه که نرم نمیشه، این گوشت نازک باشه در این که حداقل 50% در سرخ شدن نرم شده که 50% دیگه هم در دیگه بخواد نرم کنه. گوشت بره جا شیرین است و همیتو گوشت ملغه است نیم؟ بلا روغنیش نباشه، گوشت روغنیش نباشه، سرخی باشه، مایچه باشه. نیم ساعت هم ما منتظر شدیم تا اگر گوشت خوب سرخ شود باز بعد چی میکنید مثل جان؟ بعد از این باز کتینمی روغنش کت یک گلاس سو با نیم قاشق نمک در داخل دیگه بخار یک بخار میتیم. بلا خب باز بخار هم یاری باز تمام است؟ بخار داریم باز تمام است، یک بخار میتیم آماده میشه. بسیار خب، تا اگر سرخ میشد بر ما خاطر جالب کن بگو یا نه خاطر جالب؟ خاطر جالب دیدش سرا کای میمونه خاطره جالب همیشه خاطره نگرا ما شده با میلا رفته باشی آشپزی کرده باشی خوبش نام نه باشه با کلی قال مقالش برام نه چی یاد داشت شو یادت دوستایم رفتیم در میلا ما گفتم گوشت بره بگیریم اینا یک جای گوشت بسیار گوسفند مال کلان بود گفت نه والا بی ارزان است خوبتر است سمیر میگیریم ما گفتم خوب پخته نمیشه باز ما ملامت نکنین نگفتم این خوبش است باستون سعیس بگیرم گرفتیم امور روز گوشت سعی پخته نشد و هرچی کردیم شمال هم بود و پیکنیک هم نموند دمی دشت دمینجا بود دمی منطقه بود پیکنیک هم در گرفتن نموند مقصد شد و تو سعی پخته نشد. آه یکی هم خاطر جالب بود تو سعی آشپزی نکرده بیده بله بودم بگن خوب آواز هم میخوانی؟ آواز خوانی نخرده نه بابا ما فهمیدیم اما تو که پیش ما آمده میگه خوب یک آهنگ مقبول هم نداری؟ نه نه آهنگ یاد ندارم یک کم زنگو من نمیتونی برما؟ نمیتونی نه میتونی ایس کار نیست که آدم نتونه خوب؟ نه، دمدمه کده نمیتونم. خب برو خیلی سازارت نمیتونم. خب، آماده شد گوشت ما؟ بله، گوشت آماده است که در دیگه بخوریم. خب، بسیار خب. ولی اولین غذای است که من میبینیم بسیار همتون نام داره، مشهور هم است و اقدر مواد کم دش لازم است و میگن که بسیار مقدار هم است. من بهتر منا منتظر هستم تا اینکه زود پخته شد و بخورم باز مزیش بر شما دوستا بگویم که آیا مزه‌دار است یا نه. سیست نزین جان؟ بله خب. گوشت خوب سرخ شد دیگه بچه‌ها. بله گوشت سرخ شد. آقال نسوزانی باز نشه که بگویم اینه هیچ کار یاد نداری. خب دیگه سر دیگان تا میکنیم که گوشت ما نسوزه با این میمانیم تا که آماده میکنیم در دیگه بخار. خب او رو باید بخار میکنیم؟ بله این رو یک بخار میتیم میشه. چقدر اگه آشپزی مقبول اول گوشت سرخ کرد باز بخار میده و باید باز تمام میکنیم. حالا میریم نمک میاریم که کت او نمک قد کرده داخل دیگ میندازیم بعد سرش گوشت میندازیم. بله از آشپزخانه میره نمک میارن خیمه دیگه جاش آشپزخانه است. بسیار مقبول معلوم میشه واقعا. میگن از آقایان که خانم ها خوب آشپزی میکنن دست پخت خوبش دارن. حالا از آقایان آشپزی خانم ها نبرده مثل که بعد از هم در خانه که نان برد پخته میکنن خود خوبش پخته میکنی یا خانه میتن؟ یکان وقت اگر غذای دلخواه خود پخته کنم خودم پخته میکنم. خب یکان وقت کرایی پخته میکنم خود خانه آشپزی میکنی؟ بله بله. این نمک است؟ بله این قریب گوشت ما کم است که زیاد شور نشه و گوشت هم نمک هم نمیشه این همی نمکش است. این نمک وقت شور نشه باید گوشت ازی شور خورده شوه. خب شور گوشت میتی؟ شور گوشت این دوسته یک گلاسه هست و خود اینجا او گرم نداریم در خانه اگر چی میکنیم باید او گرم انداخته شود. خیام دیگه او وقت افتاو خود گرم شده افتاو تیز هم هست اینجا بسیار زیاد یک بار افتاو میشه یک بار شمال میشه. خود نمک انداختی؟ بله نمک هم انداختم یک گلاسه هم انداختم اینال گوشت که تمی روغنش میدادیم داخل. خب میترا جان گوشت ما خلاص شد داخلش انداختم اینال هم روغنی را یکم از روغنش هم میگیریم اندازم داخل دیگ. خب بله دیکت همی روغنش انداخته میشه. حالا دانش هم میبندیم و از سر آتش میمانه میشه. خب دیگه بخار بسته میکنن سر آتش میمانن.
با چقدر وقت آتش میمونیم؟ فقط یک بخار میگیرم. این یک 5 دقیقه واره چقدر؟ او گپ سر آتش است. اگر آتش تیز بود زود بخار میگیره، اگر سیلو بود دیر بخار میگیره. فقط مهم یک بخار گرفتنش است. خواسته است. باز دیگه تمام است. بله، این هم یک شور میتی میشه که نمی نمک و آب که گرد کردیم باید دیگوش مکمل وقت بود شما. این کار من آو یاد گرفتم بخلا. این ها گفتی اگام تا شتاکای دیگوش هم گفتیم. شپلاقای شما گردید، خیر است. این حالی رو سر پیکنیک میمانیم و یک بخار میکنیش. انشالله که باز بخیر آماده میشه. دیگدان بچه را تنها مانده اونجا قرار کرده خاکستر شد. خدا نکنه اگه خاکستر شود تنور خداوند همیشه هم بهش دفتر باشد. خیمه میمانیم که شمال است، مزایمت نکنند. اگه در بگیره؟ خیمه در نمیگیره. نه خیمه را نمیگم. نه در میگیره فکر انشالله که خیلی جالب خیمه در نمیگیره. پس به سایه خود بترسانیم که در بگیرم. در بگیرم. اینا دیگه سر از این میمانیم بخیر. منتظره یک بخار بگیره بلا. یک بخار بگیره باز اگر بخیر غذای ما آماده است که ما را امروز یک غذای برخی میتن. بله. متین جان. بسیار خوب. ورزش هم میکنیم متین جان؟ ورزش فعلا نه. ولی ورزش کردیم دو وقت. پهلوانی کردی فکر کنم؟ نه. فوتبال کردیم، والیبال کردیم. بازی شدرنج یاد دارم. فروشندام کار کردیم ولی بازم این چاخ شده رفت. نه خدا گوشتا رو میخوری تو چاخ نشی که چاخ شد. خب شمال است، طبیعت بسیار زیبا مقبول از اینجا در شادیان و دوستای ما به میله میان به اینجا به خاطر فامیلا و دوستای خود و یک جایی است که بسیار خدا امن احساس میکنی و یک احساس آرامش بر تو خواهم میکنی. بله جای بسیار آرام است، از نگاه امنیتی دیده شدن مشکل نداره. در روزای تعطیل باز بیشتر بردم در اینجا به تفریح میرم. و اگه هم چیزم پیدا میشه جا باش ما که امیال روبار دیدم در بالا که بود. پیدا میشه روبا پیدا میشه. در وقت برف گرگ هم هست اینجا. ولی حال نیست در وقتی که برف خیلی گرگ هست. پیدا میشه جا باش. شکار هم میکنی نه میکنی؟ در شکارش نامدیم اینجا. نامدی؟ نه. خب دوستان عزیز تا اینکه دیک فشار میگیرم متین جان ما میخوایم برم نمی کو تفای کمان که بگردم کو گردی کنم تا اینجا آمدیم دیگه کمان که ما بیمیرم اینجا را شما برین تفریح تو نکنین تا وقت گوش نشوین بیاین من تا وقت یک جای جور میکنم غذا انشالله که آماده میشه. خب من میرم به طرف کو کمان که میبینیم جایا را باز پس بخیر میرم تو غذا آماده میشه. خب دوستای عزیز من رفتم یک کمه که گشت و قدم کردم و تپه های بسیار مقبول واقعا که یک جای بسیار زیبا و مقبول است و منتظر هستم تا ای که متین جان بر من غذا را بیاره و بخورم و بگم که مزهش چه قسم است. فکر کنم متین جان هم آمد. بله میترا جان این هم غذای به نام دملبه. بله در این دشت و صحرا خیلی خوشمزه آمده. یک خورده ببینین غذای محلی بلخ است. بله واقعا انشالله که خوشتان میاد. بسیار سفره مقبول جور کردی غذا بله. چای میوه و نان مزاری که بسیار اینان شهرت زیاد داره مزه خاص هم داره و واقعا که لذت بخش است در یک جای مقبول طبیعت بسیار زیبا نان خوردن اما تو مزه زیاد میتونی میجنی. بله بله
شکر مهدی جان، من میخوام باشم خود اگر نبودیم باستایش به دوستان میکنم دیگه حتما غذایی سم از دار آمده بخیر باشه نوش جان سلامت باشی دوستان عزیز، پای دوستان تو کج معلوم میشم ما هم تو یک رقم کج معلوم میشم، من کج نیستم یک تپس دیگه کمه و تو چی میگن بخشی و بلندی داره دیگه تپا و کوام تو میباشه کنه که خب، حالا میخورم غذا را، غذایی که مهدی جان بر شما گفت دملله بود چی بود نامش جان خب من نامش باز از اون سر شما بفهمید کدام نامش چی بود دملله نه دم بچه چی بود نامش باز دملمه آره مهدی جان گفت دملمه خب حال دملمه را میخورم و میبینم که مزهش قسم است واه یه هم گوشت بره است دیگه به به خوشمزه حالی است دستاش درد نکنم بسیار غذای آسان مواد بسیار کم و بسیار خوشمزه گوشت برست هم تو گوشت شیرین فوق‌العاده است بسیار خوشمزه یک چای سبز بسیار مزه‌دار و واقعا که چقدر تعریف کنم از دستپختشان بسیار کم است بسیار غذای مزه‌دار بر ما پخته کرد و شما هم دوستا یاد گرفتین تهیهش و طرز تهیهش و همچنان مواد لازم کدام موادش لازم است من اینجا هستم دوستا عزیز غذای مزه‌دار دارم تا یک جای مقبول میخورم جای شما خالی و شما هم یاد بگرفتین در خانه‌تان پخته کنین از این غذا جای تفریح می امر دوستا و فامیلتان پخته بکنین و بخورین که بسیار مزه‌دار است و تشکری خاص میکنم از شمایی که ما را همراهی کردین هر کنج دنیا که هستین جور سعادتمند و خوشحال باشین این بود برنامه دیدار و تنور که از شهر مزار شریف در دشت شادیان به شما تقدیم کردیم و تشکری خاص میکنم از مردم شریف مزار شریف که خیلی مهمان نواز و مردم خوب هستن پس یوتیوبتون رو حتما سابسکرایب بکنین لایک و کامنت یادتان نره خدا نگهدارتان تا دیدار بعد